یک جوان مجرد که زنا کنه پناه بر خدا و یک مرد زندار که زنا کنه پناه بر خدا، هر دو یک زنا انجام دادن، اما جوان مجرد یا دختر مجرد 100 ضربه شلاق میخوره، اما همون مرد و زن اگر همسر داشته باشن، چه زن چه مرد، سنگسار میشن. یعنی بدترین نوع زدن، با سنگ میزنن اونو میکشن، چه زن باشه چه مرد. یعنی تو معمولا سعی میکنم برای اینکه علیه اسلام صحبت کنم فیلم های زنا رو میارن، نه مردم که زنا کنه کشته میشه اگر زن داشته باشه. چرا؟ برای اینکه میره خارج از ازدواج خاک در سر خودش میکنه، میاره همون مرض به زن بیگناه خودش که در خانه بچه داره میکنه منتقل میکنه. جرم به این بزرگی کجاست؟ لذا یکی از قوانین سختی که اسلام گذاشته برای اینکه جلوی این کارو بگیره، میگه زن داری دیگه، همه زنا مثل هم هستن، شوهر داری همه شوهرها مثل هم هستن، چه فرق میکنه؟ اگر از چارچوب ازدواج کاری کرد، هم زن سنگسار میکنه هم مردو، هر کدومش که گناه کرد. چرا؟ علاوه بر اینکه مرض منتقل میشه، علاوه بر اینکه اخلاق از بین میره، علاوه بر این پدر بودنم از بین میره. خب مرد چطور قبول کنه که با زنش اگه مثلا با مرد، چون در قوانین کفری اگه زن شوهردار بره با یک کسی کار خراب بکنه، شوهرش نمیتونه قانونا چیزی باش بکنه، حتی اکثر میتونه از جدا بشه. حاکم مردی اگه کار انجام داد، قانون کاری باش نمیتونه بکنه، قانوناشون چون قانون کفریه، قانون باش کاری نداره. فقط تنها کاری که زن میکنه ازش جدا میشه، ولی تا اون زن بفهمه، تا اون مرد بفهمه، و بعد از اینکه فهمید از کجا میدونه که بچه‌شه. در آلمان من شنیده بودم که مردا اعتراض کردن بعد از اینکه طلاق داده بودن زناشو، دولت مجبورش میکرد حقوق پولی بده برای دخ بچه‌ش، بچه با زنه بود، با مادر بود. اینا میگه شما اول ثابت کنین بچه من است یا نه. بعضیا میگفتن، یک میگه چیز ژنتیک بگیرید، آزمایش ژنتیک بگیرید که این بچه من هست یا نیست. یعنی سر زن شک داشته، خب یعنی پدر بی پدر شد دیگه، ازدواج دیگه درست صورت نمیگیره. وقتی یک زن تعهد به یک مرد نداشته باشه، یک مرد تعهد به یک زن نداشته باشه، با هم با وفا نه وفادار نباشن، خب خانواده به هم ریخت، بچه‌ام بی پدر شد، بی مادر شد، یک چیز عجیب غریبی میشه. و برای همین است که ما در کشورهای غربی میبینیم عروسی کم شده.